نشر نوبتی برنامه تلویزیون اخبار را از تلویزیون تاجیکستان مستقیما منظور شما میگردانیم. در استودیو عایشه ستار. امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با قاسم ژومارت توکایف که زمام اجرای وظیفه پرزیدنت جمهوری قزاقستان را به عهده گرفت صحبت تلفنی انجام دادند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان قاسم ژومارت توکایف را به این مناسبت صدقان تبریک و مبارک بادی کرده با او فعالیت ثمره بخش را در این مسند سرمسئول دولتی بر نفع شکوفایی و پیشرفت منبعی قزاقستان دوست ارزو نمود. رهبر دولت تاجیکستان جریان رشد با موفقیت مناسبات های شریکی استراتژی تاجیکستان و قزاقستان را در همه عرصه های همکاری تاکید نمودند. ضمناً پیشوای ملت ابراز نمودند که جانب ها با سعی و تلاش های مشترک منبعده همکاری های گوناگون جنبه تاجیکستان و قزاقستان را به زینه های نو خواهند برآورد. در رفت صحبت پرزیدنت ها مبادله تبریکات با مناسبت عید خجستپه نوروز که سرشار انعنه های سازنده دوستی و برادری و هم دیگر فهمی و احترام یکدیگر می باشد انجام دادند. دیروز در میدان دوستی شهر دوشنبه بخشیده به عید بین المللی نوروز در سطح بلند چورابینی فرهنگی کاروان شادیانه نوروزی برگزار گردید که در آن اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اشتراک نمودند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان قبل از آغاز برنامه فرهنگی با شکوه نوروزی سخنرانی کرده کل اشتراکچیان و مردم شرفمند تاجیکستان را با جشن نوروز بین المللی تبریک نمودند. گزارش نورالدین قربان. یکمی مارتی سال 2019 با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در میدان دوستی شهر دوشنبه بخشیده به عید بین المللی نوروز کاروان شادیانه نوروزی در سطح بلند برگزار گردید. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را اشتراکچیان کاروان شادیانه نوروزی با صمیمیت بی اندازه پیشواز گرفتند. مکان برگزاری کاروان شادیانه نوروزی با شعارها در وصف نوروز و رمز خاص نوروز بین المللی آرا یافته بود. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان قبل از آغاز برنامه فرهنگی با شکوه نوروزی سخنرانی کرده کل اشتراکچیان و مردم شرفمند تاجیکستان را با جشن نوروز بین المللی تبریک نمودند. پس از سخنرانی تبریکی سرور دولت محترم امامعلی رحمان برنامه ایدونه آغاز گردید. کاروان شادیانه نوروزی در مجموع از 13 بخش مختلف فرهنگی و فراغتی از جمله رمز نوروزی، پیام‌آوران بهار، آمدن بهار، مراسم گلگردانی، مراسم سومنکپزی، مراسم جفتبراران، مادر رمز ابدیت، سیری آب و غیر عبارت بود که هر یک دارای معنای خاص و تجسم کننده رمزهای جشن نوروز بین المللی می باشد. در کاروان شادیانه نوروزی در مجموع زیاده از 24,000 نفر اشتراک کرده توانستند با تشکیل بخش های مختلف همه انعنه های جشن باستانی ملت کهن تمدن تاجیک را نمایش دهند. بخش اول کاروان شادیانه نوروزی از سراغاز شروع گردید که در این بخش اشتراکچیان با نمایش کنستروکسی های بزرگ دروازه زنده و رمز آتش وارد میدان شدند. بخش دیگر این برنامه با شکوه ایدونه رمز نوروز تخت جمشید بود که از تاریخ باستانی داشتن نوروز شهادت می‌داد. دیگر رسم و سنت های خاص نوروزی از قبیل پیام‌آوران بهار، ترنه‌ها، پرستوها، شپرک‌ها از آمدن بهار مژده می‌رسانند که در برنامه کاروان شادیانه نوروزی جای داده شدند، جالب و دیدنی بودند. آمدن بهار بخش دیگر برنامه نوروزی بوده، در آن نادیمان بهار رقص فرشته را اجرا کرده به این چورابینی شهامت خاص زم نمودند. بخش مراسم گلگردانی هم این انعکاسگر سنت های نیک نوروزی می‌باشد که در گذشته کودکان
و نورسان با اجرای گلگردانی به همگان از آمدن نوروز خبر می رساندند. طبعی از سرچشمه های تاریخی برمی آید سومنک یکی از طعام های محسوب می شود که به جشن نوروز محسوب است. جای دادن مراسم سومنک پزی به هفتخوان نوروزی در کاروان شادیانه نوروزی خود شهادت دوباره احیا کردن خوراک های ملی و رسم و آیین های خلقی می باشد. مراسم جفت براران و نهالشینانی که انعنه های نیاگان را بازگو می نماید در شکل بدیعی نمایش داده شد. اشتراکچیان بخش های اشاگولون در اطراف آرایشات ساخته تبلک بزرگ سیری آب در اطراف رمز بزرگ اناهیتا ورزش شادیانه مادر رمز ابدیت با نمونه ساخته بزرگ مادر با گوهره و انتوراژ رقصی به میدان وارد شدند. باید تاکید کرد که هر یک بخش تماشابینان را به تاریخ و رسم و سنت های نوروز شناس می نماید. قسمت مهم کاروان شادیانه نوروزی را هنرهای مردمی از قبیل سر و لباس و طعام های با لذت تاجیکی تشکیل می داد. در بخش هنرهای مردمی چهار ناحیه شهر دوشنبه با 32 ماشین آرایش داده شده و اشتراکچیان به تن لباس های گوناگون ملی اشتراک کردند. هنرمندان و هوسکاران توانستند در این بخش بار دیگر فرهنگ علم شمول ملت تاجیک را با نشان دادن نمونه سر و لباس های ملی و طعام های خلقی و جهانیان به طور شایسته معرفی نمایند. در بخش شادی نوروزی 2500 نفر اشتراکچی مراسم توی داماد و عروسی منطقه های کشور را با سرود و رقص های جالب نمایش دادند که این هم جزء از فرهنگ ملت فرهنگ دوست تاجیک را فرا می گیرد. سنت های نیک نوروزی که در همه منطقه های کشور به آنها عرض گذاشته می شوند در این چورابینی تجسم خود را یافته بود. باید تاکید نمود که کاروان شادیانه نوروزی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه بار نخست تشکیل کرده شده، در دایره آن شیرینکاران و داربازان با پیشنهاد نمایش های جالب خاطر اشتراکداران را بالیده گرداندند. در دوران صاحب استقلالی کشور با تشبث بواسطه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به رشد همه‌جانبه فرهنگ ملی توجه مخصوص ظاهر گردیده، در این دوره یک زمره رسم و آیین های ملی که با مرور زمان به گوشه فراموشی رفته بود احیا گردیدند. تشکیل کاروان شادیانه نوروزی در کشور ادامه منطقی سیاست فرهنگ پرورانه سرور دولت می باشد. از رفت برگزاری چورابینی ایان گردید که تهیه‌گران با نظر داشت تمام انعنه های این جشن و ریایه دیگر خصوصیت های خاص برنامه را در سطح بلند دیدنی نمایش دادند. در تنتنه های ادامه نوروز بین المللی در شهر دوشنبه مهمانان خارجی اشتراک کرده این چورابینی با شکوه را تماشا نمودند. در شکل نو و پرمحتوا برگزار کردن کاروان شادیانه نوروزی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه با مردم و مهمانان جمع آمده شادی و نشاط بی اندازه بخشید که سرچشمه اساسی آن صلح و ثبات کامل و وحدت ملی در سراسر کشور می باشد. در آخر پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان به رهبریت مقامات شهر دوشنبه و تهیه‌گران، هنرمندان و هوسکاران برای در سطح بلند تشکیل کردن کاروان شادیانه نوروزی عرض سپاس نمودند. چنین یک صحنه رو مردم تاجیک چنین یک برنامه‌ای که 40 درجه شده گذشت تاریخ تاجیکی ندارد. من امروز نوروزی که در شهر شنبه شده گذشت با یک شکوه شامتی بی‌نهایت بلند، چون که جناب علی در سخنرانی گفتند بگذار باز در سال آینده باز از این ده خوبتر و بهتر شود. خیلی یک جشن پرجلال بود، پرشکوه بود. بسیار زحمت کشیدند، مثل اون که اساس گذاری صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این باره صحبت کردند که خیلی جوانان با یک شوق و با یک هوس به قربانی شادمانی نوروزی آمادگی گرفتند. ما از این تماشا خیلی شدیم و
خوشبخت از آن هستیم که این خیلی چورابینی ها در فضای صلح و آرامی آسایشتگی انجام میابند. این نوروزی 6000 ساله ما باید که آینده خیلی خوب داشته باشد. یکی از رکنهای اساسی پایداری ملت البته پاسداری ارزش های تاریخی و فرهنگی ما می باشد و ما امروز در این چورابینی باشکو از آن دیدن کردیم که همین ارزش ها با چی یک مهر و محبت باز زنده کرده شده ایستادند و همین شادمانی و سروری که در روزهای نوروز ما میبینیم باید که ادامه دار باشند. واقعا هم چورابینی امروزه که به خود شکوه شهامت خاصه نوروزی رو کسب نموده بود و در عموم کاروان نوروزی که امروز در میدان مرکزی شهر دوشنبه برگزار گردید توانست که برای مردم شرفمند تاجیک تمام انعنه های تاریخی نیکی نیاگان ما رو به ما باز هم تجسم نمایند و واقعا هم چورابینی امروزه توانست که در ضمیر هر یک نشستگی یعنی زیبایی و زیبایی پرستی رو باز هم بیدار نماید و ما رو به آن وادار نماید که تنها در دایره سنت های اجدادان نیاگان عمل نماییم. بخشیده با جشن نوروز بین المللی در ناحیه قبودیان 4 انشاءات مورد بهره برداری قرار داده شد. از انعنه والای نوروزی این وسعت کارهای آبادانی و بنیادکاری میباشد که این اقدام ها در همین شب و روز ها فیض و برکت زیاد میآورند. گزارش از ناحیه قبودیان. در ناحیه قبودیان بخشیده به تجلیل جشن نوروز بین المللی یک چند انشاءات تعینات گوناگون مورد استفاده عموم قرار داده شد. پل ماشینگذار در دهه جنگل جماعت دهات 20 سالگی استقلالیت که سالیان زیاد تعمیر طلب بود و برای رفت و آی واسطه های نقلیات مانع ها ایجاد میکرد، در دایره نقشه چورابینی ها بخشیده به استقبال جشن بزرگ 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و سهمگذاری صاحبکاران محلی از نوسازی گردید مورد استفاده قرار داده شد که این برای ساکنان تحفه خوب ایدانه در جشن نوروزی نیک پی گردید. گفته شد که در کارهای ساختمانی این پول بیش از 50000 سومانی صرف گردیده است و ساکنان من بعد نیز نیت دارند که توسط سهمگذاری دست جمعانه چنین مشکلات محل را در یک جایگی برطرف نمایند. در روزهای تجلیل نوروزی نیک پی در جماعت دهات نصیر خسروی ناحیه باشد، دو تالار زمانوی ورزشی با تامین همه شرایط های مساعد مشق و تمرین مورد استفاده قرار داده شد که چنین اقدام باعث خرسندی جوانان و نورسان و ورزشگران گردید. این دو انشاءات ورزشی توسط سهمگذاری یک جایه ساکنان و صاحبکاران روی کار آمده برای ترغیب طرز حیات سالم و رشد و آماویت ورزش در دهات مساعدت می نماید. ساکنان جماعت دهات اشمراد نیاز داشته باشند در جشن نوروز دلفروز صاحب میدانچه زمانوی ورزشی گردیدند که این در حدود جماعت دهات اولین چنین انشاءات ورزشی با طلبات زمان جوابگو محسوب میابد. در این اقدام آبادگرانه صاحبکار محلی سهمگذار میباشد. ورزشگاه کمبودی بود، ما همین را تشکیل کردیم که همین یاشا و جوانا همین جا تیاری بینند، بازی کنند، دیگر کوچه ها هر جا بازی نکنند، بیایند همین جا ترنوف کنند، تیاری بینند و قریبا ان شاء الله نصیب کرده باشه با فیتنس کلوب هم میکنیم. بعد این پیک نیکی نوروزی ساکنان با روحیه بالیده ایدانه و اجرای عرف و عنعنه های خاص نوروزی از این جشن زیبای نیاگان که شهرت جهانی کسب کرده است استقبال نمودند. واقعا هم نوروز با آب و خاک مرز و بوم و روح تمدن ساز نیاگان پیوندی ازلی داشته، رسم و آیین های آن رمزهایی دارند که از زمان های باستان تا امروز روزگاری مردمی فرهنگی و آبادگر و انسان دوست و تحملگرای ما را همراهی میکنند. ساکنان زحمت قرین ناحیه عزم دارند که نوروز خجسته پی را با همه انعنات نیکش استقبال کرده در این ایام کشت و کار بهاری کارهای صحرایی را وسعت بخشند. تورعلی صاحب نظرف، پرویز سفرف از ناحیه قبادیان برای برنامه اخبار. بهروز خواجه‌زاده در وزن 73 کیلوگرم جای سیوم را به دست آورد و با نشان برنجی این مسابقات با نفوذ به وطن برگشت. پهلوان معروف کشور را در فرودگاه مربیان و مخلصان نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ورزوب که بهروز استقامت کننده این ناحیه میباشد با گل و گلدسته ها استقبال کردند. در آینده باز کوشش می‌نمایم که در چمپیونات آسیا ماهی اپریل 2021 برگزار می‌گردد، تیاری خوب بینیم و در آنجا نیز باز پرچم دولت عزیزمون رو بلند برداریم. بهروز جون توانست در عرصه بین المللی از نمود گوشتین المپی زودو
сазовори медали биринҷи гашт. Ин аввалин медал барои Беҳруз аз намуди дзюдо маҳсуб мешавад. Беҳрузи Хоҷазода то ба ин замон унвони қаҳрамони ҷаҳон оид ба самбо ва барандаи нишони нуқраи бозиҳои Осиёро дар намуди кураш ба худ ихтисос дода буд. Мураббии Усадриддин Обидов дастоварди шогирдашро ҳамчун тӯҳфаи арзандаи наврӯзӣ ба мардуми тоҷик маънидод мекунад. 500 холи дар кори ки дар рейтинги ҷаҳонӣ аст. این کس با دست آوردن بعد این مسابقه. بهروز خواجه‌زاده در مسابقه گراند سلام اوید با دزیودو بر ویکتور سرپو از مالدوا و ادواردو باربوسا از برزیلیا دست بالو شده جای سیوم رو اشغال کرد. واقعاً مدال برنجی بهروز اولین نشانی جودوچیونی تاجیک از مسابقات گراند سلام و اولین مدال او در مسابقات بین المللی جودو می باشد. تماشابینان محترم، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت و سربلند باشید.